در ششمین روز از جشنواره فیلم فجر امسال دو فیلم دیگر یعنی هناس به کارگردانی حسین دارابی و شب طلایی ساخته یوسف حاتمی کیا به روی پرده رفتند. اولین فیلمی که امشب در خانه اصحاب رسانه اکران شد هناس ساخته حسین دارابی بود که کارگردانی جوان محسوب میشه و دومین حضور خودش رو در جشنواره فیلم فجر تجربه میکنه. دارابی سال قبل با فیلم مصلحت در جشنواره حضور پیدا کرده. از بازیگران فیلم میشه به بهروز شعیبی، مریلا زارعی، سیاوش طهمورث و وحید روحبانی اشاره کرد. فیلم برگرفته از زندگی شهید داریوش رضایی نژاده که بهروز شعیبی نقش این شهید رو بازی کرده. شعیبی علاوه بر این فیلم اثر خودش یعنی بدون قرار قبلی رو هم در جشنواره داره. ما نمی‌خواستیم خیلی فیلم جاسوسی بسازیم. بیشتر می‌خواستیم فیلمی باشه که حس و حال یک همسری، یک زنی که با یک همچین همسری با این مختصات کاری داره کار می‌کنه رو نشون بدیم. وقتی که ما اومدیم که انتخاب کنیم این زاویه دید، دیدیم بهترین حالتی که میتونیم وارد این فضا بشیم و حالا علاوه بر حساسیت هایی که روی این سوژه ها وجود داره از لحاظ امنیتی و چیزهای دیگه، ما دیدیم بهترین حالت اینه که از زاویه دید شهره پیرانی و زاویه دید شهره به این زندگی نگاه کنیم. باید بگم که خانم پیرانی بسیار 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 بیش از اون چیزی که من تصور داشتم به ما عشق دادن، مهر دادن و من در تمام لحظاتی که این نقش رو بازی می‌کردم احساس می‌کردم این امانت رو باید با تمام وجود و با تمام توانم به انتها ببرم. ببینید، درسته که وقتی آدم فیلمی بازی می‌کنه و فیلمی که می‌سازه ممکنه دو تا انتخاب متفاوت داشته باشه، یعنی ممکنه که فیلمنامه‌ای رو که بازی می‌کنه شاید نسازه، یا فیلمنامه‌ای رو که می‌سازه ممکنه خودش دوست نداشته باشه به عنوان بازیگر جلوی دوربینش قرار بگیره. اینا دو تا انتخابن، اما قطعاً هر دوش رو وقتی بازی می‌کنه اون چیزهایی که دوست داره در جای خودش برای آدم اتفاق بیفته. فیلم هناس فیلمی بود که من خیلی دوست داشتم به خاطر حرفی که داشت می‌زد، روابط انسانی که در فیلم نامش هست در وهله اول و بعد هم خب قاعدتاً عواملش، چه حسین آقای دارابی که دوست قدیمی منه، آقای شفا و افتخار این که در خدمت این گروه باشم. اما دومین فیلمی که امروز در سالن همایش‌های برج میلاد اکران شد ساخته یوسف حاتمی کیا فرزند ابراهیم حاتمی کیا به نام شب طلایی بود. این فیلم شخصیت‌های زیادی داره که از بین اونا میشه به مریم سعادت، محمد حسن معجونی، یکتا ناصر، مسعود کرامتی و بهناز جعفری اشاره کرد. فیلم درباره روابط پیچیده یک خانواده است که در دوره کرونا به بحرانی جدی برمیخورن. از حاشیه‌های نشست رسانه‌ای فیلم میشه به حضور تلفنی ابراهیم حاتمی کیا اشاره کرد که به دلیل کرونا نتونسته بود تو جشنواره حاضر بشه. من دو بار سر صحنه رفتم در طول این کار، دو بار. یه بارم فکر کنم برای کرونا بود و هر دوباری هم که رفتم برای من، یعنی تجربه فیلم هایی که توش بازیگرهای زیادی هستن دارم خیلی آشناست و معمولا یه طوفان ها و یک به اصطلاح چیزهایی بعضی وقتا هست که تنش دا میشه، ولی واقعا احساس کردم که همه آمدن تا یوسف رو بهش کمک کنن. گفتن سرمایه این فیلم رو چقدر بخش خصوصی تامین کرده و چقدر شهرداری حمایت کرده و نقش هیراد حاتمی روابط عمومی سابق گمرک و آقای کرباسیان در تامین سرمایه دولتی چیست؟ یکی این که ما این کار رو با بهراد مهرجو تهیه کردیم و متاسفانه تو روزهایی که کار می‌کردیم بهراد مهرجو همسرش ریحانه یاسینی که از همکاران شما بود و در اون حادثه اتوبوس از دست رفت رو از دست دادیم. دوست داشتم حتما اینجا یاد کنیم، چون دوست داشتیم که ریحانه حتما جزو اولین تماشاچی های کار باشه. این فیلم اصلا سرمایه دولتی نداشته. آقای امیرحسین اسدبیگی که اینجا نشستن و از دوستان خوب ما هستن سرمایه فیلم رو تأمین کردن، سرمایه گذار بودن و بعدش هم که کسب و کاری دارن که شناخته شده هم هست تو خونه های همه ما، همه ما روبه آتا هست، حالا گفتم دیگه،
و بعد هم اسپانسرهایی تلاش کردیم برای فیلم بگیریم. شهرداری هم قرار بوده یکی از اسپانسرها باشه، ولی تا این لحظه هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ ریالی از شهرداری هنوز دریافت نشد. بسیار عالی. موقعی طرح شب طلایی نوشتم، واقعیت اینه که احساس میکردم بعد بعدش تبدیلش کنم به رمان، چون احساس میکردم که دیگه قرار نیست من فیلمی بسازم و این فرشتگان عزیز آقای اویس طوفانی و بهراد مهرجو از رفقای قدیمم گفتن که ما هستیم. این ما هستیم شد که من شروع کردم به نوشتن فیلمنامه. خیلی فیلمنامه سختی بود، یعنی چون تعداد زیاد کاراکتر، این کاراکترهایی که دیدی تو طرح تقریبا دو برابر این بود، یعنی 30 نفر بود. و بعدی هم که فیلمنامه نوشته شد چندین مرتبه توی پیش تولید خدمت آقای هاشمی سرپرست گروه کارگردانی گفتن که این تایم این زیاده ها، و دیگه منو مجبور کرد که یه خانواده رو دیگه در آوردم کلا توی کار. و ولی خوشحالم، مرسی ازش که این کار رو کرد، به نظرم اتفاق بهتری رخ داد. والا نقش که به من پیشنهاد شد، من رفتم و آقای حاتمی کیای جوان رو ملاقات کردم. ایشون به من گفتن که بذاریم یه تست گریم شما انجام بشین ببینیم که چقدر میشه به نقش، به اون سن نزدیک بشین. بعد دیگه با شاهکار آقای امید گلزاده طراح گریم این کار، آقای حاتمی کیا تایید کردن و خودم هم به شدت دوست داشتم که حتما این نقش رو که برام یه چالشی بود بازی کنم. به این ترتیب دیگه رفتیم به سراغ این نقش و زهرا خانم رو بازی کردم. تنها اتفاق خبری امروز نشست رسانه‌ای دبیر جشنواره یعنی آقای نقاش‌زاده با اهالی رسانه بود. تنها 4 تا پایان 40 دوره جشنواره فیلم فجر باقی مونده و تقریبا نیمی از آثاری که باید اکران می‌شدن دیده شده. آنچه تا امروز دیده میشه جشنواره‌ای با کیفیت آثار متوسط و در بعضی موارد پایین نسبت به سال‌های گذشته است.